اول قرنتیان فصل نهم. مگر من آزاد و مختار نیستم؟ مگر من رسول نیستم؟ آیا من خداوند ما عیسی را ندیدم؟ مگر شما نتیجه کار من در خداوند نیستید؟ اگر دیگران رسالت مرا قبول نداشته باشند، شما باید مرا رسول بدانید، زیرا وجود شما در خداوند بهترین دلیل رسالت من است. این است جواب من به آنانی که از من انتقاد می کنند. آیا این حق را نداریم که غذای خود را از کلیساها تأمین کنیم؟ آیا ما مانند دیگر رسولان و برادران خداوند و پتروس حق نداریم در مسافرت‌های خود همسری مسیحی با خود داشته باشیم؟ آیا فقط من و برنابا باید برای امرار معاش زحمت بکشیم؟ آیا هرگز شنیده اید که عسکر با خرچ خود خدمت کند؟ یا کسی در تاکستان خود انگور کاشته و از میوه آن نخورد؟ یا کدام چوپان است که گله‌ای را چوپانی کرده و از شیر آن استفاده نکند؟ آیا به مثال‌های انسانی متوسل شده ام؟ آیا شریعت نیز همین را نمی گوید؟ زیرا در تورات موسی نوشته شده است: هنگامی که گاو خرمن را می کوبد دهانش را نبند. آیا خدا در فکر گاوان است؟ یا واقعا به خاطر ما بود که این گونه سخن گفت؟ البته در مورد ما نوشته شده است، زیرا آن که قلبه می کند و آن که خرمن می کوبد به امید شریک شدن در حاصل کار می کند. ما در میان شما بذر روحانی کاشتیم. آیا جای تعجب است اگر از شما کمک مادی بگیریم؟ هرگاه دیگران چنین توقعی از شما دارند، آیا ما نباید توقعی بیشتر داشته باشیم؟ در هر صورت ما از حق خود استفاده ننموده ایم، بلکه همه چیز را تحمل کرده ایم تا مانع بر سر راه پیشرفت انجیل مسیح نگذارده باشیم. مگر نمی دانید که کارکنان خانه خدا از آنچه به خانه خدا اهدا می شود می خورند و خادمین قربانگاه خانه خدا از قربانی های آن حصه می گیرند؟ و به همان طریق خداوند امر کرده است کسانی که بشارت می دهند معاش خود را از آن را تأمین کنند. اما من از هیچ یک از این حقوق استفاده نکردم و این را هم به آن منظور نمی نویسم که برای خود چنین حقی کسب کنم. برای من مرگ بهتر است از این که کسی افتخارات مرا بیهوده سازد. اگر من بشارت دهم نمی توانم فخر کنم، زیرا در انجام آن مجبور هستم. وای بر من اگر بشارت ندهم. اگر کار خود را از روی علاقه انجام دهم اجر می گیرم، و اگر از روی علاقه انجام ندهم باز هم وظیفه است که به من سپرده شده و باید انجام دهم. پس اجر من چیست؟ اجر من این است که وقتی بشارت می دهم انجیل را مفت و مجانی به دیگران می رسانم. یعنی من از حقوق خود به عنوان یک مبشر صرف نظر می کنم. زیرا اگرچه کاملا آزادم و برده کسی نیستم، خود را غلام همه ساختم تا به وسیله من عده زیادی به مسیح ایمان آورند. از این سبب وقتی با یهودیان هستم مانند یک یهودی زندگی می کنم، و وقتی که بین کسانی هستم که تابع شریعت موسی هستند مانند آنها رفتار می کنم، اگرچه من تابع شریعت نیستم. و برای این که غیر یهودیان که شریعت موسی را ندارند به مسیح ایمان آورند همرنگ آنان شدم. مقصدم نافرمانی از شریعت خدا نیست، چون در واقع من تحت فرمان مسیح هستم. همچنین در میان اشخاص ضعیف مثل آنها ضعیف شدم تا به وسیله من آنها به مسیح ایمان آورند. در واقع با همه همرنگ شدم تا به هر نحوی
وسیله نجات آنها بشوم. همه این کارها را به خاطر انجیل انجام می دهم تا در برکات آن شریک شوم. مگر نمی دانید که در مسابقه دوش اگرچه همه شرکت کنندگان می دوند ولی فقط یک نفر جایزه می گیرد. شما نیز طوری بدوید که آن جایزه نصیب شما شود. ورزشکاری که خود را برای مسابقه آماده می سازد سخت می کوشد و از یاد روی خودداری می کند. آنها چنین می کنند تا تاج گل را که زود پژمرده می شود به دست آورند. ولی ما این کار را به خاطر تاجی که تا ابد باقی می ماند انجام می دهیم. بنابراین من می دوم ولی نه بدون هدف. من مشت می زنم اما نه مثل کسی که به هوا مشت می زند. بدن خود را زحمت می دهم و آن را تحت فرمان خود در می آورم. مبادا پس از این که دیگران را به مسابقه دعوت کردم خود من از شرکت در آن محروم باشم.